در ادامه سلسله گزارش های خبری اخبار شیعه در ارائه اطلاعات مفید و کاربردی برای اخذ ویزای عراق جهت زوار اربعین امروز به شیعیان و محبین اهل بیت علیهم السلام در اروپای غربی یا کشورهای عضو اتحادیه اروپا میپردازیم ابتدا به گزارشی که همکارم علی اکبری در این زمینه تهیه کرده توجه بفرمایید شیعیان و محبین اهل بیت علیه السلام ساکن کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله آلمان، اتریش، بلژیک، بلغارستان، قبرس، کرواسی، دانمارک، اسپانیا، استونی، فنلاند، فرانسه، یونان، مجارستان، ایرلند، ایتالیا، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، لهستان، پرتغال، چک، رومانی، اسلوواکی اسلوونی و سوئد به علاوه انگلستان و سوئیس که قصد سفر زیارتی اربعین را دارند به سه دسته تقسیم می شوند. اینها یاددارای گذرنامه کشورهای اصلی خودشان هستند و کارت اقامت در اروپا دارند و یا گذرنامه و عملیت دول اروپایی را اخذ کردهاند و یا دارای گذرنامه پناهندگی هستند. زواری که دارنده ملیت یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به علاوه انگلستان و سوئیس هستند حتما برای اخذ ویزا پیش از سفر باید به کنسولگری عراق در کشور محل زندگی خود مراجعه کنند مدارک لازم برای اخذ ویزای عراق در کشورهای اروپایی عبارت است از پر کردن فرم درخواست ویزای زیارتی عراق دو عکس مبلغ چهل یورو وجه نق اصل گذرنامه عضو کشورهای اتحادیه اروپا با مدت اعتبار حداقل شش ماه پس از تحویل کامل مدارک فوق باید در نظر گرفته شود که در یک بازه زمانی بین دو روز تا یک هفته از زمان تحویل تا صدور ویزا زمان میبرد در برخی کشورهای اتحادیه اروپا که در جریان جنگ داعش تعدادی از شهروندان عرب تبار و اروپایی برای پیوستن به صفوف داعش ویزای عراق را گرفتن و رفتن چند سالی است که ملاحظات امنیتی ویژه‌ای برای شناخت دقیق انگیزه سفر اعمال می شود. مثلا در فرانسه کنسولگری عراق در پاریس نامه تایید از مرکز اسلامی آیت الله خویرا. را برای تایید هویت و انگیزه اصلی سفر مطالبه می کند. دارندگان گذرنامه های اروپایی که محل تولدشان عراق ذکر شده باشد البته می در بد ورود به فرودگاه بغدادی یا نجف ویزای خودشان را در فرودگاه اخص نمایند دارندگان گذرنامه های کشورهای عربی و غیر عربی مقیم کشورهای اتحادیه اروپا هم طبق معاهدات فیما بین کشورهای مطبوع خود و دولت عراق باید نسبت به پیش بینی ویزای عراق اقدام نمایند. دارندگان گذرنامه های پناهندگی غیر از پناهندگانی که از عراق به کشورهای اروپایی مهاجرت کردن هم باید مثل سایر شهروندان اروپایی تقاضای ویزای عراق را با همان مدارک فوق تحویل کنسولگری عراق بدهند با این تفاوت که گاهی مدت صدور ویزا برای ایشان طولانی تر می شود. لازم به ذکر است ملاحظات بهداشتی کوید در بیشتر کشورهای اروپایی به صورت عادی در آمده. اما برای اطمینان بیشتر به سایت وزارت بهداشت کشور محل اقامت خود مراجعه و اطلاعات بروز شده را اخذ نمایند. علی اکبری اخبار شیه با هدف بررسی بیشتر این موضوع گفتگویی داریم با سراج دین میردامادی روزنامه نگار مقیم فرانسه سلام وقتتون بخیر سلام و عرض ادب و ارادت خدمت جناب و همه بینندگان شبکه امام حسین علیه السلام آقای میردامادی بافت جمعیتی شیعیان مقیم اروپای غربی اکثرا از چه کشورهایی هستند به ویژه زوار اربعین بفرمایید در سالهای اخیر به ویژه امواج مهاجرتی متعدد شیعیان زیادی در اروپای غربی به ویژه در اروپای شمالی در اسکاندیناوی مستقر شدند که اکثرا به دلیل اوضاع احوال نابسامانی که در کشور افغانستان اتفاق افتاد جمعیت زیادی از شیعیان هزاره از افغانستان به اروپا آمدن و در اینجا حسینی هایی را انداختند و مجامع شیعی بسیار گسترده ای و در اینجا برای زیارت اربعین کاروان هایی درست میکنند و هر ساله آزم میشن این امواج مهاجرتی البته از 20 سال پیش هم بود از دوره اولی که طالبان مستقر شدند هم بود در طول 20 سالی که حکومت دیگه در افغانستان هم بود اینها هم می آمدن ولی به ویژه در این یک سال اخیر که مجددا طالبان بر سر کار آمدن این موج مهاجرتی چند باره شده و الحمدلله پرچم تشیع و محبین اهل بیت در اروپا به دست جوانان مؤمن و معتقد افغانستانی است و همه حسینی های اونها پر جمعیت وقتی وارد اروپا میشن ذره از اعتقاداتشون کم نمیشه و به شوائر میپردازن و عزاداری ها سینه زنی ها و به ویژه به زیارت اربعین راهی میشن به صورت دست جمعی و با خانواده هاشون بله چه توصیه ها و نکات راهبردی برای زوار اربعین که از کشورهای اروپای غربی میان دارید بفرمایید مهمترین توصیه اینه که ترجیحاً به صورت گروهی بیان و تک نفر اومدن و یا تعداد اندک آمدن یه مشکلاتی داره که گروهی بودن اون مشکلات رو نداره نکته دوم اینه که اونهایی که پاسپورت های اروپایی دارن حتما مشخصات بخش کنسولی کشوری که ازش ملیت دارن بلژیک، فرانسه، آلمان، انگلیس اینها یه شماره های تلفن اورژانسی دارن که اگر اینا پاسپورتشون گم بشه اون شماره رو حتما حفظ کنن یک ایمیل های خاصی دارن که برای رسیدگی به مشکلات و مواقع استراری کنسولی باید با اون ایمیل تماس بگیرن اینها رو در یک جای محفوظ نگه دارن که چون مسئله گم شدن پاسپورت ها خیلی مسئله مهمیه در طول سفر و وقتی که یک زائری پاسپورتش گم بشه دیگه مشکلات خیلی زیادی داره در بازگشت و الافی و گرفتاری و نگرانی و دقدقه زیادی داره و ذهنش از عبادت و از زیارت و از لذت حضور در کربلا و نجف و عتبات باز میمونه در نتیجه اینها رو باید برنامه‌ریزی کنن زواری که به ویژه از اروپای غربی میان بدونن که اگر خدای نکرده که این اتفاقی افتاد به بخش کنسولیشون مراجعه کنید تماس بگیرن و به اونجا بتونن خودشون رو برسونن تا برگه های عبور موقتی صادر میشه و بتونن خودشون رو بعد از زیارت به کشورهای محل سکونتشون برگردونن آقای میردامادی دو سال پس از بحران کووید آخرین وضع مقررات بهداشتی در این زمینه چیه؟ آیا هنگام سفر الزامات بهداشتی خاصی در این زمینه وجود داره؟ الان تقریبا همه چی عادی شده ولی در عین حال سه دوز واکسن رو کشورهای اروپایی به صورت راندوم کنترل میکنند ولی حتی اگر از اون دوز سوم هم شیش ماه گذشته باشه که عملا تاثیر واکسن ها بعد از شیش ماه دیگه از بین میرفت ولی این حد اقل رو در واقع همچنان براش تاکید دارن هرچند کنترل ها و بازرسی ها و تست ها کلا برداشته شده و تستی دیگه نیستش در فرودگاه ها ولی باز هم همچنان بعضی کشورها موجهای جدیدی دارند فرانسه مثلا موج هفتم رو داشت یه ماه دو ماه پیش که اون رو پشت سر گذاشت در این حالی که موجهای جدید دارند ولی مقررات بهداشتی جدیدی رو هم وضع نکردن ولی همچنان به صورت راندوم و گهگاه اون حداقل استاندارد لازم رو که سه دوز واکسن هست رو روش تاکید دارن ولی تست کلا برداشته شده با تشکر از دین میردامادی که با ما همراه بودند.